سلام همه رفقای خوب هم در چنل تو به سخنگو، حالتون چطوره بچه‌ها؟ خیلی خوشحالیم که در یک کلیپ دیگه در خدمت شما عزیزای دلمون هستیم. کلیپی که اختصاص دادیم به بازی دیروز استقلال و خبرهایی که قبل از بازی و بعد از بازی پیش اومد. قطعاً خود بازی هم حاشیه‌ای داشته که خبرساز بوده، اما قبل از اینکه با این وارد کلیپ بشیم و توضیحات کامل راجع به این بازی بتونیم، لطفاً لایک قشنگ رو بکوبید، کامنت ها فراموش نشه و ممنون اینکه ما رو به دوستان عزیز خودتون معرفی می‌کنید. حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال گفته تا 48 ساعت دیگه دل هوادار رو شاد میکنیم. از امروز صبح در دفتر باشگاه بودیم، برخی کار رو پیگیری کردیم، سپس به وزارت ورزش رفتیم و باید از آقای حمید شجاعی تشکر کنم که حدود 1 ساعت و نیم برای ما وقت گذاشت و پیگیر کار ما شد. تمام راهکاری که ما گفته بودیم یک به یک پیگیری کرد. آخرین صحبت این بود که هماهنگی با بانک شهر انجام شد و قرار شد جلسه ما مسئولین بانک داشته باشیم. به بانک رفتم و مطلب راهکار رو به آقای احمدی مدیرعامل باشگاه شهر گفتیم. موافقت های انجام دادن و اگر خود بخواد فردا یه دو روز دیگه با همکاری وزیر ورزش و موافقت مدیر عامل این بانک به زودی مطالبه استراماچوری رو پرداخت میکنیم. باید تشکر ویژه از آقای احمدی داشته باشیم که نگاه ملی به باشگاه استقلال داشتن تا در این مقطع حساس بتونیم بار بزرگی از روی دوش باشگاه برداریم. واقعا کار بزرگی کرده مدیر عامل بانک شهر رو، امیدواریم که این اتفاق بیفته، چون صحبت ملی و بحث کلکل باشگاهی نیست. امیدوارم که این موضوع محقق بشه و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا باشه. اما بریم سراغ بازیه. به نظر من اصطلاح و حرف قشنگی نیست که بخوایم بگیم کثیف‌ترین بازی دیگه برتر، بهتره بگیم اتفاقی که افتاده و بالاخره این بازی اینجوری رقم خورد. 6-1 استقلال مقابل هوادار. گلی که آرش رضامند در دقیقه 46 زد و گل‌هایی که محمد محبی در دقیقه 64 و 74 زد، سعید مهری در دقیقه 85، مهدی قاضی در دقیقه 88 و سید حسین حسینی در دقیقه 93 برای استقلال و سفید چقایی دقیقه 84 برای هوادار. این بازی که صرفا من این لقب رو دادم بهش، جسارتی به طرفداران استقلال نباشه، اونا واقعا بازی خیلی جذاب و قشنگی انجام دادن، خیلی تیم کار انجام دادن. اما این موضوعی که من دارم میگم برمیگرده به آقای ساکت الهامی که نباید این کار رو انجام میده. آقای الهامی باید بازی خودش رو انجام میداد و به خاطر استقلال نباید رزومه خودش رو خراب کرد. این هم که دارم این حرف رو میزنم دلیل دارم، تا آخر کلیپ همراه ما باشید، آخر کلیپ دقیقه متوجه حرفای من میشید. امیدوارم که دست من ناراحت نباشید، تا پایان کلیپ باشید و ببینید به چه در این صحبت رو کردیم. اما ساکت اعلامی گفته منچستر یونایتد هم 7 گل از لیورپول باخت و بدترین نتیجه دوران مربیگری من رقم خورد. آیا اعلامی چی در خودت دیدی که هوادار رو در حد منچستر یونایتد می‌بینی؟ شاید بازیکن‌های هوادار بازیکن‌های خیلی خوبی بودن، ولی مربیگری که شما در بازی قبل انجام دادی در سطح دست 5 تیم‌های آفریقایی هم نبود، آبروی خودت رو بردیم. اما ساکت الهامی میگه در همین چند ماه گذشته لیورپول 7 گل به منچستر زد. این طبیعت فوتبال و استقلال از ما بهتر بود و از موقعیتاش بهتر استفاده کرد. همونطور که در 2 سال گذشته ما استقلال رو در تیم‌هایی که بودم برده بودیم، امروز باختیم. فوتبال ادامه داره و به تیم خوب استقلال تبریک میگم. اما الهامی در ادامه میگه بازیکن‌ها ما جوان بودن و نتونستیم به بازی برگردیم. این بدترین نتیجه ممکن در دوران مربیگری منه. این طبیعت فوتباله و از این شکست ناامید هستم. اگر بازیکنانتون جوونه که قاعدتا باید انگیزه بیشتری داشته باشی. من نمیدونم به چه منظور که گفتی بازیکنان تو جوون بودن و نتونستن بازی بکنن. اصلا واقعا صحبت ها جای بحث رو اصلا جای توجیه نیست. اما استقلال تنها صدر نشینی که اختیارش در دست خودش نیست. استقلال به لطف برتری پرگل و 6-1 هوادار تفاضل خودش رو بهبود بخشید تا صدر جدول را سپاهان بگیره. اما این تمام ماجرا نیست که چون استقلال صدر نشینه ولی قهرمان نیست. طبق قوانین لیگ برتر دیگه بازی رو در رو ملک قهرمانیه. سپاهان در 2 بازی رفت و برگشت استقلال رو شکست داد و برابر پرسپولیس هم 1 برد و 1 تساوی کسب کرده. همکنون استقلال و سپاهان 54 امتیازی هستن و تفاضل گل هر دو تیم هم 24 و استقلال با توجه به گل زده بیشتر در صدر جدول قرار داره. در واقع در طول برگزاری لیگ چیدمان تیم‌ها در جدول بر اساس تفاضل گل و سپس گل‌های زده و خورده است. اما در پایان لیگ
یک بازی رو در رو ملاک قرار میگیره. به این ترتیب استقلال با وجودی که در حال حاضر در صدر جدول قرار داره، اما سرنوشت قهرمانی باز هم به دست سپاهانه. اما با توجه به انتقاداتی که نسبت به بازی دیروز هوادار شد، خیلی از طرفداران تیم‌های مختلف انتقادهایی به ساکت الهامی داشتن و میگفتن که خب تبانیم کرده یا اصلا بد بازی کرده و به هر صورت اون بازی که باید انجام میداد و نداده. واقعا شاید که این بازی رو نگاه بکنه متوجه میشه. میگم بازم تاکید میکنم تا آخر باشین، بوسش دلیل موثق دادن. اما واکنش مربی هوادار به انتقاد پرسپولیسی ها برای بازی نکردن چند بازیکن مقابل استقلال هم در نوع خودش جالب بود. ایمان عالمی دستیار ساکت الهامی میگه پورغاز در تمرینات چند روز گذشته مصدوم شد و به همین دلیل در تمرین روز قبل از بازی هم اصلا تمرین نکرد. خالد آبادی هم به دلیل گل بدی که در بازی با پیکان خورد در تمرینات روی مناسبی نداشت و ساکت الهامی از تهماسبی در این بازی استفاده نکرد. ما همین خط دفاعی رو جلوی پرسپولیس داشتیم و با همین شاکل مقابل اونها بازی کردیم، ولی در شرایط بازی‌ها و تمرینات سرمربی برای تغییرات اقدام می‌کنه. اینکه مخاطبان فوتبال چه چیزی رو تشخیص می‌دهند مهم نیست، قطعا باید برای شما هم مهم نباشه. مگه میتونه یه دروازه‌بان بزرگی که داره توی لیگ برتر بازی میکنه به خاطر گل بدی که در بازی قبل خورده بیاد بازی بد رو انجام نده؟ این چه توجیهی که داری میکنی آیه الهامی؟ البته خودت نه، به دستیارت گفتی که بیاد توضیح بده. میگم داستانه این بازی تمومی نداره. اما در ادامه عالمی میگه پنالتی زدن حسینی کار درستی نبود که وقتی تیم حریف گل‌های خورد و به هم ریخته به این شکل بخوان اقدام کنن. به نظر من بحث تحقیر اتفاق افتاد. اینکه بعد از بازی عذرخواهی کردن چیزی رو تغییر نمیده و در کل کار درستی انجام نشد. فقط می‌خواستم بگم که کار درستی انجام شده آقای عالمی، چون حسینی هم حالا به احترام شما از ساکت الهامی و بازیکنان هوادار عذرخواهی کرد، گفتش که قصد بی احترامی نداشتم، در تمرینات به این سبک پنالتی تمرین کرده بودم، بچه‌ها هم بهم گفتن پنالتی بزن، منم به اون سبک پنالتی زدم. اما قبل از اینکه دلیل سید حسین حسینی رو به خاطر اینکه پنالتی زد و این کار انجام داد رو بعد از دیدن این کلیپ کوتاه بهتون حتما توضیح میدیم، اما دلیل تمام صحبت‌هایی که کردم این موضوع بود. شما عملکرد مهدی عبدی مدافع هوادار در جریان نیمه دوم رو نگاه کنید و باورتون میشه که آیا هوادار تیمش تبانی نکرده یا بد بازی نکرده که بخواد استقلال ببره؟ چون ساکت الهامی هم قبلا هم این به این موضوع اشاره کرده بود که من در دوران کودکی و بچگی شده بود پول قرض میکردم و استادیوم میرفتم تا بازی استقلال رو ببینم، و حالا که انقدر لیگ ما جذاب و حساس شده و تفاضل گل میتونه در سرنوشت خیلی از تیمها تعیین تکلیف باشه، یعنی شما میتونید باور بکنید که مهدی عبدی از قصد این کارا رو انجام نداده به دستور ساکت الهامی تا بتونه استقلال 6 گل بزنه یا نه؟ ممنون میشم حالا از شما عزیزان اگر دوست داشتین نظراتتون رو بر ما کامنت کنید. اما بعد از این کلیپ کوتاهی که دیدید میخواستم دلیل اینکه سید حسین حسینی این کار رو انجام داد رو بهتون بگم. پاس گل پنجم استقلال به هوادار میشه به نام سید حسین حسینی، کاپیتان آبیا ثبت کرد. این بازی برای سید حسین حسینی شبی دلانگیز و روحیه بخش بود. او با گلزن از روی نقطه پنالتی برای استقلال تنها دروازه‌بانی لقب گرفت که نام خودش رو در میان گلزنان لیگ 22 ثبت کرد تا یه اتفاق ویژه براش رقم بخوره. جدا از به ثمر رسوندن گل ششم استقلال توسط حسینی و باشه پیش اومده، با بررسی تصاویر بازی میتونی اینطوری نتیجه گرفت که پاس گل پنجم استقلال هم توسط حسینی به مهدی قائدی داده شد و این دلیلی بود که حسینی پشت ضربه پنالتی وایساد تا اولین دروازه‌بان گلزن در لیگ 22 باشه. بله، این قابل توجه دستیار آقای ساکت الهامی. اما خبر آخر و پایانی کلیپمون رو با آقای قلعه نوعی تموم می‌کنیم. انتخاب‌های تیم ملی به پرگل شدن این لیگ کمک کرده. سرمربی تیم ملی بازی جونداری بود. لیگ رو که رصد کردیم خوشبختانه مسابقات پرگل بود. این نشون میده که لیگ پویایی داریم و شاید هم انتخاب تیم ملی خیلی کمک کرد. مخصوصا بازی با کنیا. لیگ رو زیاد دیدم و همین موضوع باعث شد لیگ پرگل شه.
با اینکه هفته آخر بود اما دو سه مسابقه رو دیدم که بازی خوبی. امروز هم هر دو تیم بازی خوبی انجام دادن و بازی باقی مونده سه تیم مدعی کسب قهرمانی لیگ برتر رو حتما دنبال میکنم. امیدوارم که لیگمون واقعا به صورت جوانمردانه جلو بره و پیش بره و بتونیم بازی قشنگ رو در حالت برابر و مساوات ببینیم و لذت ببریم از لیگمون. اما بالاخره این اتفاق افتاد و این بازی منچه 6-1 تموم شد. من به همه طرفداران استقلال تبریک میگم و احترام خاصی براشون قائلم. این موضوع اصلا هیچ ربطی به باشگاه استقلال و طرفداران استقلال نداشت و واقعا فکر میکنم تصمیمی بوده که خود آقای ساکت الهامی یک تنه گرفته. اما از شما عزیزان خواهش میکنم اگر نظری دارید در رابطه این موضوع برامون کامنت بذارین و بشین راجبش صحبت کنیم. ممنونم که در یک کلیپ دیگه در کنار ما بودید.